بسم الله الرحمن الرحیم. به ادامه درس های گذشته، درس امروزی هم از قسمت برنامه مس اکسس آغاز میکنیم. برنامه دیتابیس مثلا خب، روز داشتم شما بخش ریلیشنشیپ تشریح کنیم و گفتیم که وظیفه ریلیشن شیپ وان تو وان هم مورد مطالعه قرار دادیم. امروز درس ما سر ریلیشنشیپ وان تو منی، که وظیفه وان تو منی چی هست. خب، وان تو منی ریکوایرمنت وان تو منی چی هست؟ ریکوایرمنت ای هست که یعنی ما باید دو تیبل داشته باشیم. We must have two tables. یعنی دو تیبل باید داشته باشیم. The one to one بود یک تیبل پرایمری کی میگرفت، اما یک تیبل دیگه از اونمو فیلدش پرایمری کی نمیگرفت. اما the one to many این شکل نیست. The one to many یک فیلد پرایمری کی میگیره که دیتا تایپ عین نوعیت باشه، اما یک فیلد بود پرایمری کی نمیگیره. یعنی دو فیلدز دات آر دی سیم data types does not get primary key. یعنی دو فیلده که یکسان باشه primary key نمیگیره. این دارم به شما مثال میتونم که به چی شکل میم در برنامه access بعد از قسمت create و table design. خواست دو گفتیم دو table میسازیم، یکی خواه میسازیم که student مثلا id auto number، بعد از او student name short text student مثلا father name short text student address short text، بعد از او control w yes برنامه main. خب همیجا یک چیز دیگه هم ایجاد نکنیم ما، فرض مثال هستم majors یعنی رشته long text و ایده میمه از قسمت primary key میتیم. البته تنها چی ره؟ آیدی ره. بعد از این کلوز میکنیم سیف یس برنامه مین اوکی. بعد از اومیم در قسمت کرییت و یک تیبل دیگه هم میسازیم، میگیریم که آیدی مثلا آیدیش هست آتو نمبر، باز هم میگیریم میجور و لانگ تکست دارای عین دیتا تایپ باید باشه، به خاطر اینکه ما بودیم اینجا تیبل رو مینم لانگ دیت گرفته بودیم لانگ تکست گرفته اینجا هم باید لانگ تکست. اینا رو گفته بودیم دو تیبل میسازیم، اما یک تیبل رو دیتا تایپش کنیم دارای عین دیتا تایپ هست رو چی میتیم پرایمری کی میتیم. برای زی پرایمری کی کلک میکنیم، بعد از میمیر کلوز میگیم سیف یس بنامه سکندری اوکی. دو تیبل ما در این قسمت ایجاد کردیم. میایم در قسمت دیتابیس تولز آل میخوایم که ریلیشنشیپ ایجاد کنیم. بالای ریلیشنشیپ کلک میکنیم، بعد از هر دو تیبل ها رو درج میکنیم ادز و کلوز. اینه گفتیم دو تیبل میسازیم که در دو تیبل یعنی دو فیلد باشه دارای عین دیتا تایپ ها و یک شب باشه میتیم پرایمری کی میتیم. اینه ما دو فیلد جور کنیم و یک شب پرایمری کی، یعنی دو تیبل هست که در دو تیبل میجور سایز و داره این دیتا تایپ هست، اما ما یک شده این پرایمری کی دیم. میخواییم که نال چی را ایجاد کنیم، میخواییم که ریلیشنشیپ وان تو منی را ایجاد کنیم. چی این میجور طرف چپ ماوز فشار میتین بالای زی میارین، یا چی هم این میجور طرف چپ شما ماوز فشار میتین بالای زی میارین، هیچ کنم فرق نمی کنم. اما در وان تو وان قسم بود که امو فیلد که پرایمری کی داشت یعنی چیز تیبل مینه بالای تیبل سکندری و ایدیشه میاردیم، اما در تیبل در ریلیشنشیپ وان تو منی ایگره نیست. دلتان میجور بالای از این میجور قرار میتین، چیل دلتان این میجور بالای از این میجور قرار میتین. خب ما میم
طرف چپ ماوس فشار میگیره و ایده بالا ازی قرار میده. بعد ازی در این قسمت برتا میگه وان تو منیس ریلیشنشیپ چیه، تایپش وان تو منیس هست. بعد زیر هم چک کنین و ایده هم چک کنین تا آپشن ها فال شد. بعد کردید کریه چت این آپشن چی آمد؟ وان تو منی اینی فولدر، یعنی ای هست وان و ای هست منی، هم از علامش هم شناخته میشه. قبلا وان تو وان بود، آره وان تو علامه لایتانه یا من من یعنی چندین تی برای دیگه. بعد از کلوز کو سیف یس، بعد از سیف گفت نال بیا فولدر مین اصلی باز کو، یا که نخواست خب می نو یک بار باز نکنیم. میبینی که های در فولدر مین کدام یعنی چیز وارد میشه، دیتا نیم احمد، فادر نیم محمود، آدرس کابل، میجور دیتی، یعنی اطلاعات درج نمیشه. به خاطر چی میگه you cannot add or change a record because a related record is required in table secondary، یعنی می تو دی تیبل تغییرات دارد نمیتونی تا وقتی که در تیبل سکندری تو تغییرات یعنی یک چیز درج نکنی. بعضی جا کلوز میگیم اوکی کمی یز بگیم پس معلومات چی میشه از میشه که باز کنی معلومات نیست. خب میم نخواست در تیبل سکندری جمع معلومات اول درج میکنیم. در اینجا میجور کدام رشته‌ای که دمو نا تدریسی هست در اینجا درج کن، مثلا دی آی تی هستن، بی سی اس هستن و بی بی هستن، این چند رشته هستن. بعد از کلوز کو اینا رو بیاد در تیبل مین اینا رو درج کن. احمد هست بله، فادر نیم محمود، آدرسش کابل، رشتهش دی آی تی، اینا چیش درج شد. یک شخص دیگه به نام سمیر، نام پدرش هست مثلا عبدالوهاب، آدرس هست مثلا قندوز، در رشته بی بی. یک شخص دیگه به نام امید، فادر نیمش از زمان الدین، از ولایت مزار است و در رشته بی سی است. اما اگه یک فرد دیگه میای به نام پرویز، نام پدرش هست مثلا احمد، از شهر مزار و در رشته بی بی میخوایی، در رشته مثلا ام بی ای میخوایی، اطلاعات اضافه نمیشه. بخاطر چی؟ بخاطر که ایره کوکی بگیم یز بگیم پس او هست میشه نارکه باز کنیم دیگه ام بی ای نیسته. بخاطر که ما در تیبل سکندری در بخش میجورس یعنی رشته ام بی ای را درش نکنیم، تا وقتی که در اینجا درش نشه باید اونجا دیگه قبول نمیکنه. اینال پس ای تیبل پای تیبل دیگه یک ارتباط یک ریلیشنشپ داره. اینا را که اگه ما بیایم پس را کلوز میکنم، بیایم تا تیبل مین چند در این تیبل من ایتر یعنی افراد انتری میکنم، مثلا سیلاب ولد عبدال مجیب از شهر از ولایت پروان در رشته بی بی، شخص دیگه به نام شکیب ولد زبیولا از ولایت کابل در رشته بی سی است، شخص دیگه است به نام تمیم ولد احسان الله از ولایت وردک در رشته دی آی تی، شخص دیگه است به نام مدین ولد سبغت الله از ولایت کابل در رشته مثلا بی سی است. اینا رو ما میخواییم که رشته بی بی چند شاگرد دار، رشته دی آی تی و رشته بی سی چند چقدر شاگرد دار چقدر است. باز به خاطر یک بولی کلوز میکنیم، میم در تیبل سکندری رو باز میکنیم. اینا رو وقتی که بالای علامه مثبت کلیک کنی معلومات مکمل درباره بی بی و تو میده. اینا وقتی که من بالای کلیک کنم اینا میگه در رشته بی بی یکی سمیر درس میخونه، آیدی نمبر 63 نام پدرش صدراها و از ولایت قنداز است. دیگه از شخص به نام سیلاب درس میخونه که به نام سیلاب آیدی نمبر 66 و اسم پدرش است عبدالمجیب از ولایت پروان. به همین شکل اگه ما بیایم از رشته بی سی هم معلومات بخوایم بالای زیر کلیک میکنم، اینی کسا میگه مثلا امید است، شکیب است و متین از رشته بی سی است. به همین شکل اگه ما بخوایم که از دی آی تی را هم معلومات شو بگیریم، میدرشته دی آی تی دو
فردس، احمد و تمیم. خب فعلا ما تیبل سکندری یا دری قسمت ما یک آیدی هم دادیم، اما آیدی ازی به شکل نامنظم مثلا 3 2 1، اگر کدام رشته دیگر تو اضافه میکنیم مثلا بی بی ای. اگر تو بی بی هم اضافه میکنی باز اینجا آیدی تو چند میشه 4. این حالا خب فعلا این خب به شکل غیر مثلا میخوایم که منظم بسازم، باز میخوای که منظم شه بیا در قسمت بگو اصلا فعلا خود دیسن نگه، یعنی از بالا به پایین است، میخوایم که از پایین به بالا باشه، بالا از کلیک کو کمی کلیک کنی اینا چی شد منظم شد، اینا هم میخوایم منظم بالا از کلیک کنی هم میشه که منظم. خب حالا من کلوز میکنم یس به این شکل. اگر یک شخص دیگه هم تو اضافه میکنیم به نام مثلا به نام نبی الله ولد عبدالسلام از ولایت لوگر در رشته دی آی تی، این حال که تو بعد از اینکه ده کلوز بگوی بیده سکندری، این حال بالای دی آی تی که تو کلک کنی میگه نبی الله هم دیسن فیجاد شد. فعلا اگه ما بایم در قسمت در مین تیبل مینم، اگر ما بخوایم که یک شخص اضافه کنم در رشته دی آی تی اما این طریق نه، میخوایم که از طریق سکندری اضافه کنم، میخوایم که اینجا اضافه کنم، آیا در اونجا میه؟ بله اینا رو میه بالایز کلک میکنه میه میه شخص دیگه هست به نام شهرام ولد ظلمی از ولایت لغمان. خب یک چیز بازی که دیگه درشه دیوی تیست و خاطر ما بوله دیوی تیگه کنیم، اینا رو پسی رو کالپس کو بیایی رو کلوز کو، اینا رو زمین تو در مین بری در یک قسمت بنام شهرام در رشته دیوی تیگه شخص وقت ایجاد شده، یعنی چیزی تو میدونی. خب اینا رو یک تخفیف میه فقط بر رشته های دیوی تی دیگه، نال نیاز نیست تو اینجا فقط هر شخص بالیده بری، اینا رو اینمی وان تو منی یک سهولت هست، فقط بیا بالای سکندری کلیک و وزرشت دیویتی رو مینیمم چیز مکسیمایز کو میگه اینی کسا هست درش دید دینا رو باید میشه تو در اینمی چیز چی کنی، یعنی یک تخفیف بدی با اینمی شخصا. بعد از او این خوش شده وان تو منی، میخواییم در این وان تو منی یک تیبل دیگه هم درش کنم مثلا تیبل دیزاین، این هم هست مثلا student id auto student phone number student photo holy object student مثلا address short text student teacher student teacher short text student فرض مثال fees currency. بعد از او استودن آیدی رو من میخواییم که پرایمری که بدم، بخاطر میخواییم که یک وان تو وانه یعنی ریلیشنشپ وان تو وانه ایجاد کنم، باز کلوز سیف بنامه انفو اوکی. میاییم در قسمت دیتابیس تولز ریلیشنشپس، در قسمت رایت کلیک شو تیبل، بعد از دوی بار انفو رو اد میکنم کلوز. فعلا تیبل مین با تیبل سکندری یک ریلیشنشیپ داره که نو ریلیشنشیپ هم شما از چی هسته؟ وان تو منی. از چی میشناسین که چی نو ریلیشنشیپ هست؟ در ریلیشنشیپ وان تو منی معمولا فیلد هایی که دارای این دیتا تایپ و این اسم هستن، یعنی یکیش پرایمری کی باشه و یکیش پرایمری کی نمی باشه، و دیگه ای که وان تو منی از علامش هم شناخته میشه، ای وان و ای منی اینا رو با شناخته میشه که این وان و ای منی، پس واضح چی هست؟ ریلیشنشیپ وان تو منی. حالا میخوایم که ریلیشنشیپ وان تو وان هم ایجاد کنم، میخوایم که فولدر تیبل مین با تیبل انفو هم یعنی یک ارتباط بدم با چی شکل، یعنی چی؟ یعنی به این منظور زمانی که من فولدر مین باز میکنم در وقتی که برای احمد کلک کنم باید اینجا مثبت بیاد که احمد اینی از خصوصیات
دیگه شون یک معلومات بیشتر باز به خاطر از مهم بالای دیتابیس تولز ریلیشنشیپس. بعد از او میخوایم که یعنی تیبل مینه دیگه ارتباط میتم نی پس دیگه قسمت شو تیبل تیبل انفو را اپ نکنیم و بعد از او کلوز این حاله میخوایم که مینه با انفو ارتباط دیتم استودنت آیدی را بیار بالای استودنت آیدی بعد از او بقید را کلک میشه بی وقت وان تو وان آمد بخاطر چی؟ بخاطر که یک فیل دارای این اسم دارای این دیتا تایپ چی داره؟ پرایمری کی داره بعد از او کلک کو بعد از او کریت حال به این حال بی انامیشن تقریب کرد یس وان تو وان یسا وان تو منی وای شد وان تو وان آل دی کلوز کو بعد از او سیف اینا رو بیا زمانی که تو مینا باز میکنی وقت بالای تمام از یک علامه مثبت هم اومده اینا رو میخی که یعنی معلومات بیشتر در باره احمد اد کنی خب نخواست بالا زی بیا نال کلک کو بعد از او امین نمبر فون نمبر احمد است این چیز فوتو اگه داره در شاید نداره ایچه آدرس هست مثلا آدرس اونجا هم درد شده خب بازم خیلی است مثلا از کابل نگشته باشه استیون تیچر مثلا تیچرش هستم مثلا تیچرش هستم مستر علی فیزش هست سه هزار فیزش هستم سه هزار بعد از ایره پس کلاس و دیگشن فوتو ندارم؟ نه خب میخواه فون فونش هست مثلا به این شکل فوتو نداره آدرسش هست مزار و تیچرش هم از یه مثلا سر احمد بعد از او میم بالای اونی فونش هست هیچ فوتو نداره آدرس هست مثلا لوگر تیچر از یست مثلا مستر حفیز فیس هست چهار از خب فیس از یه هم هست مثلا بعد از مهم بالای سیلاب فونش از یه چیز فوتو نداره از کابل استاش از مستر مقام الدین فیز شستا پنج هزار بعد از بالای شکیب داش میکنیم آدرس هست مثلا لوگر استادش هست مثلا حفیظ برای تمیم آدرس هست مثلا پروان مستر یوسف استادش هست سی هست به می شکل از مدین هست به می شکل آدرش هستم قندوز مستر موبایت استادش هست بیش هست سی هست به می شکل نبی اولا آدرش هست پروان مستر یماز داد از این سیزار پیزش و شهران به شکل نمبرش آدرس بشه لخمان استادش هسته مثلا مستر ظریف و چانس بعد از اوکی تمام شد ایرنال کلوز کن یا کلوزش میکنیم این حالا هر وقت که خواستی که معلومات بیشتر در باره سیلاب بدست بری فقط بالای از کلک کو میگینی از فون نمبرش اگه عکس بود با میگینی عکس عکسش از این اینجاست اینی کس استادش هست و اینی کس اینی قسم فیسش پس میخوایی بندش بندش کن اگه ما بیاییم در تیبل سکندری بالای از کلک کنیم میخواییم که بفهم درشه دیویتی کی ها هستن بالای از کلک کنیم میگه درشه دیویتی احمد تمیم نبیل و شرام هست میخواییم که معلومات در شرام بدست بیارم وقتی که بالای کلیک میکنی اینی معلومات درباره شهر یعنی ما دانستیم که در یک حالت
هم ریلیشنشیپ وان تو منی را و همچن وان تو منه بجرا داره، یعنی به شکل یعنی سکندری با انفو با مین در ارتباط است و سکندری با مین در ارتباط است، یعنی هر کلمه جواب یک در ارتباط است. اینا را اگر میخوای که از اینمی را ریپورت شم ایجاد کنی، یه خوش درست یه خود دیتابیس ایجاد شد، میخوای که من ریپورت از ایره با رئیس مثلا ریپورت از اینمی دیتابیس خواست باز بیده قسمت کرید، میگم ریپورت ویزارد بارش کلک کو. بعد از این کدام فیلد هایی که میخوای که مشخص یعنی از امون ریپورتش بره پس یک دارم پرکتون مثلا set name set سین فادر نیم فقط هم قبا شده گوش نباشه بعدش نیست کن. اگر میخوای تمامش اضافه شد بالای زید دو تیر کلک کن تمامش دهی طرف آمد. این را میخوای پس یک دارم هست کنی پس اینجا یک دارم میشه که هست کنی. اگر میخوای تمامش از شد پس بالای زید کلک کن. اگر میخوای پس تمامش از شد پس بالای زید کلک کن. اگر فنش رو میخوایم اینجا فنش میشه. اما باز دیگه چی داشت نمه یعنی بعض از آپشن های دیگه نمه میخوام دیگه آپشن هاشم هم یعنی تغییرات وارد کنم بازی 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 نکست و چی دیگه اینجا مان از جمعه شکل تیبل انتخاب کنید از کدام تیبل میخوایی که یعنی امو ریپورت شا ایجاد کنید از تیبل مینه میخوایید بازی نکست بازم نکست در اینجا مثلا به کدام شکل چی را تنظیم کنم میم استیند آیدی را تنظیم کنم به شکل اسندنگ بعد از اون نکست ببین در اینجا شکلش تغییر میکنه. اگر من کالمی رو میگیرم به این شکل میشه تابیلر به این شکل و جستیفای به این شکل میخواییم تابیلر باشه بالای تابیلر کلیک میکنیم شکل اورینتیشن خود ورق چه کام باشه لندسکی باشه پورتریت میم نی باشه پورتریت adjust the fields with so all fields fit on a page ای خودش به شکل منظم تمامش رو یک صفحه فت میسازه باز اگه این چک باشه باز رو سدی به شکل غیر بی ترتیب باز میه میبینی به شکل منظم باشه بعدش next این اینجا یک تایتل به خود آنمو ریپورت هم بدیم مثلا میم students database بعد از او فنش این ریپورت هم چی شد؟ ایجاد شد این هم student database اینی اصل database و این هم ریپورتش student idش اینی آیدی هسته اینی student nameش هست student father name اینی از آدرس اوی هم هست رشته هایش به این شکل این هم درد شد ریپورت شاید قسمت تا پایین بیم فوتر میگه تاریخ هم درش که تاریخ از کنم تاریخ 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 کمپیوتر هست اوی هم تعداد صفحه ها که چند صفحه ده. و به این شکل بود بعد از زیر هم کلوز میکنیم اینار اینی شد تیبل ها و ریلیشنشیپ ها و این هم شد استودن دیتابیس اگر میخوایی که ریلیشنشیپ ها ببینین به این در قسمت دیتابیس تولز و ریلیشنشیپ این هم شد ریلیشنشیپس و همچنان این بود درس امروزی ما که در مورد ریلیشنشیپ وان تو منی بود مطابقی شد که انشالله وان تو منی میباشه منی تو منی باشه روز بعد مورد مطالعه و درس امروزی ما از اینجا به پایان میرسه.